سلام، من بهار هستم. به کانال یوتیوب من خوش اومدید. توی این ویدیو میخوایم با هم دیگه تمریناتی رو انجام بدیم که ما برای حرکت زیبایی کلاغ یا کرو پوز آماده میکنه. تمریناتمون هم از نوع انعطافی هست و هم از قدرتی، چرا که برای انجام این حرکت تعادلی روی دست به هم قدرت و هم انعطاف نیاز داریم. مسائل مورد نیازمون فقط یه مت یوگا هست و آجر یوگا. پس اگر آماده این وسایلتون رو بردارید و با من همراه بشید. برای شروع بدنم رو به پشت روی زمین میذارم، پاها توی شکمم جمع میکنم، دستم رو دور ساق پا اولاق میکنم و خیلی آروم بدنم رو به سمت راست و چپ حرکت میدم تا یکم مهره های کمرم رو روی زمین حرکتش بدم به حالت گهواره و مهره های کمرم رو احساس میکنم که روی زمین در تماس با زمین قرار گرفته. دم و باز دم میکنم و ذهنم رو آماده انجام تمریناتم میکنم. حالا پای راست رو میندازم روی پای چپ، در حرکت نخ و سوزن از دو طرف ساق پامو میگیرم و پا رو به سمت قفسه سینه میکشم. یک کشش خیلی خوشایند دلپذیر رو توی کشاله های ران احساس میکنم. نگه میدارم و به آرامی ذهنم رو روی نفسم حفظ میکنم. به مسیر دم و بازدمم آگاهم. با هر نفسی که میگیرم آگاهیم رو از دنیای بیرون به دنیای درون میبرم و روی کشش بدنم متمرکز. دم و باز دم، نفس، دم و باز دم. بدنم رو در لحظه حال نگه میدارم. دم و باز دم. پا رو میکشم به سمت قفسه سینه. توی گرو و گردنم هیچ انقباضی نیست، فقط توی کشاله رانم احساس کشش دارم. دم و باز دم، دم و باز دم. حالا جای پامو عوض میکنم، پای چپ رو میندازم رو پای راست، دستم از دور ساق پا میبرم، سر روی زمینه، پا رو میکشم به سمت قفسه سینه و دوباره روی نفس ها متمرکز میشم به احساسی که در این لحظه دارم. به تنفسم، به ریتم آهنگ تپش های قلبم آگاه میشم. میتونید در این لحظات چشمانتون رو ببرید تا آگاهی رو بیشتر به درون خودتون ببرید و با هر نفسی که میکشید کشش بیشتری رو توی کشاله های رانت ایجاد بکنید. از کششی که بدن در این قسمت داره لذت ببر و ذهنت رو روی بدن در همین زمان نگه دار. دم و باز دم، دم و باز دم، دم و باز دم. حالا پا رو برمیدارم و دوباره توی شکمم نگهش میدارم. پا توی شکم نگه میدارم، میرم به حرکتی که بهش میگیم کودک شاد، ولی با یک پا انجام میدم، حرکت هپی بیبی. پا رو میارم بالا، از سمت داخل کف پا رو میگیرم، پای چپم رو صاف میکنم و زانو رو از کنار بدنم به سمت زمین میبرم. تلاش میکنم که زانو رو تا جایی که میتونم به سمت زمین نزدیک بکنم، ساق پا عمود بر زمینه و دوباره کششی رو توی کشاله رانم احساس میکنم. پای دیگه روی زمینه، با دستم پا رو میکشم به سمت زمین و به کشش کشاله رانم آگاهم. حرکت تا جایی نگه دار که احساس خوشایندی میکنی. یادت باشه که به هیچ عنوان نباید بدنت رو مجبور به کاری بکنی که دوست نداره انجام بده. دم و باز دم بگیر، روی نفس هات بمون و به کشش بدنت آگاه باش. دم و باز دم. حالا جای پات رو عوض کن، پای چپ رو بیار بالا، از بیرون کنار پا و کف پا رو بگیر، پای راست صاف کشیده و حالا زانوت رو به سمت زمین ببر. تلاش بکن که زانو رو به سمت زمین نزدیک بکنی.
میرسه هیچ اشکالی نداره. چشماتو ببند و لحظه ای رو تصور کن که با تمرین و مداومت موفق شدی زانوتو به زمین برسونی. لحظه خوشایندیه. دم و باز دم بگیر و روی کشش کشانه رانت متمرکز باش. ذهنت رو روی بدن و نفس نگه دار. دم و باز دم، نفس، از کشش بدنت لذت ببر. دم و باز دم، دم و باز دم. حالا پارم برمیگردونم و دوباره دستم دور ساقه پا گلدام میکنم. یکم گهواره میزنم تا کمرم خوب روی زمین قطع بکنه. میرم پایین، میام بالا. دم، باز دم. دم، باز دم. دم، باز دم. و با دم بعدی میستم در حالت تاداسانا، به تماس بدنم، به تماس کف پاها با سطح زمین آگاهم. یه دم میگیرم همراه بازدم، بدنم رو به سمت پایین میکشم. میتونی دستت روی ساق پا نگه داری اگر احساس میکنی کشش حرکت برات زیاده. در غیر این صورت دستت روی زمین بذار و از کشش پشت پا لذت ببر. دم و بازدم نگه دار. به کشش پشت بدن و پشت پاها آگاه باش. دم و بازدم، پشت رو صاف نگه دار، سرت رو به سمت رو به رو، سرت رو ننداز پایین. از کشش پشت بدن و پشت پاها آگاه باش. دم و بازدم. حالا سرت رو هل بده به سمت پاها، کشش بیشتری رو به پشت بدن و پشت پاها اعمال. دم و بازدم، یک نفساتو بشمار، روی نفس و بدنت متمرکز باش. دم و بازدم، دو نگه دار. دم و بازدم، سه از کشش بدنت لذت ببر. دم و بازدم، چهار. دم و بازدم، پنج. سر و بیار بالا، زانوها رو خم بکن و برگرد در حالت پلانک یا خط کش. شکمتو بکش به سمت داخل، انگشتان دست باز، بدنت رو نگه دار. یک نفس، دو، سه، چهار، نگه دار، پنج، شش، هفت، هشت، نه و ده. زانو رو بذار روی زمین در وضعیت مرجان. بدنت رو حفظ کن و پنج دم و بازدم. مهره های کمرت رو بیشتر حرکت بده. دم بگیر، دنبال چرا بکش به سمت بیرون، قفسه سینه به سمت زمین، سر بالا، بازدم، شکم رو بکش به سمت داخل. دم و بازدم، دو. دم و بازدم، سه. دم و بازدم، چهار. دم و بازدم، پنج. حالا برگرد وسط و میریم سراغ مچمون. میخواییم مچ دستمون رو برای تمرینات آماده بکنیم، چرا که توی حرکت کلام خیلی با مچ دستمون کار داریم. پشت دستم رو میذارم روی زمین، سر انگشتانم به سمت خودمه. این یکی پشت دستم رو میذارم روی زمین، شانه و مشت درست در راستای همدیگه قرار دارم. یکم فشار میدم پشت دستم روی زمین و حالا به آرامی با کشیدن بدنم به سمت عقب کششی رو پشت مچ دستم ایجاد میکنم. یک، دوباره برگردم، میام جلو. دو، مچ دستم آماده میکنم. سه، نفس، میام عقب. چهار، نگه میدارم. و پنج، کف دست برمیگردونم روی مت، انگشتانم باز از هم. حالا این بار شونه رو به سمت جلو هل میدم. یک، و کششی رو پشت مچ دستم ایجاد میکنم. دو، میکشم بدنم رو به سمت جلو. سه، چهار و پنج. وضعیت مرجا، بدنم رو میکشم به سگ سر پایی. یکم در را قدم میزنم تا پشت پاها باز بشه و به راحتی بتونم پاها رو روی زمین نگه دارم. راست و چپ پاها رو به نوبت حرکت میدم. راست و چپ،
زمین برسونم، کف دست ها روی زمین و بدنم رو هل بدم به سمت ران ها و پاها، نگه دارم. نفسم رو بازدم، یک روی نفس ها متمرکز بمون. دم و بازدم، دو. به کشش پشت بدنت آگاه باش. دم و بازدم، سه. نگه دار. دم و بازدم، چهار. دم و بازدم، پنج. سرتو بکش بالا و با یه پرش پاها رو به سمت دست ها ببر و دوباره دست روی زمین یا روی ساق پا. بدنتو بکش به سمت بیرون، نگه دار. دم و بازدم، یک. از کشش پشت پاها لذت ببر. میتونی دستتو روی زمین بذاری. دم و بازدم، دو. نفس. دم و بازدم، سه. چهار و پنج. دوباره سر بکش به سمت پا، کشش بیشتر. دم و بازدم، یک. میتونی دستتو روی آجرم نگه داری و سرتو بکشی به سمت پا. دم و بازدم، دو. نگه دار. دم و بازدم، سه. چهار و پنج. حالا بیا در حرکت اوتکاتاسانا یا حالت صندلی، پاشنه پا رو وزن بنداز روش، زانو تو خم کن، بیا بالا، نگه دار. یک، دو. وزن چهار سر ران روی پاشنه های پا، سه. نگه دار. چهار بمون و پنج. دوباره بدنتو بکش، دستتو بذار روی آجر یا روی زمین، کشش پشت پا. دم و بازدم، یک. نگه دار. دم و بازدم، دو. سه. نفس. چهار و پنج. دوباره برگرد در حالت اوتکاتاسانا، شکم رو بکش داخل، نگه دار. یک، دو، سه، چهار و پنج. برگرد پایین 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 و در حالت قایق نیمه بدنتو حفظ کن. دم و بازدم، یک. به ناف و شکم آگاه باش. دم و بازدم، دو. زاویه پاها بسته باشه. دم و بازدم، سه. نفس. چهار. پشت صاف، قفسه سینه صاف. پنج، شش، هفت. دم و بازدم، هشت، نه و ده. حالا پا رو جمع کن داخل شکم، در قفل ساق پا. یه نفس اینجا، بدنت ریلکس و رها کن. دم و بازدم، یه بازدم عمیق، یه دم عمیق دیگه دم. و حالا همراه بازدم، چانه رو به سمت زانوها ببر، دستتو رها کن. دم و بازدم، یک. اجازه بده که ران بچسبه روی دنده ها و قفسه سینه. دو. هر چقدر که میتونی بدنتو بکش به سمت بالا. سه. نگه دار. چهار. پنج. باقی بمون در حرکت. شش. هفت. هشت. نو و ده. ریلکس. سه نفس اینجا، بدنت رو رها کن. تمام این بازات عضلات رو بگیر. دم و بازدم، دم و بازدم. پا رو میکشم بالا. دوباره دم میگیرم، دستا رو از کنار پاها میکشم بالاتر، رو میارم بالا. پاهامو عمود به بالاتر نگه داشتم. یک، فاصله که گردن تو رعایت کن. دو، هر چقدر که میتونی با انقباض عضلات شکم بالاتر رو بکش جلو. سه، نگه دار. پنجه های پاتو پوینت کن. چهار، پنج، شش، هفت. به انقباض چهار سر رانت آگاه باش. هشت، نه و ده. برگرد دوباره سر رو بذار روی زمین. سه نفس بدنتو ریلکس کن. دم و بازدم، دم و بازدم. نفس، دم و بازدم. حالا دوباره دستاتو صاف بکش بالا، بالاتر رو بلند کن و زانوهاتو بکش به سمت زیر بدن. همراه دم ها رو صاف بکن، همراه بازدم زانوها رو بکش به سمت زیر بدن. بالا پدرم بیا بالا. دم و بازدم، یک. دم و بازدم، دو. دم، زانوها رو میبرم زیر بغل. بازدم، سه. دم،
باز دم، چهار انگشتان پا پوینت، دم باز دم، پنج شست دارو به هم نزدیکم و پاشنا از هم فاصله میگیره، باز دم، شش دم و باز دم، هفت دم و باز دم، هشت دم و باز دم، نو دم و باز دم، ده. حالا بدنم رو دوباره ریلکس میکنم روی زمین، خیلی آروم به سمت راست و چپ گهواره میزنم، راست و چپ، راست و چپ، دوباره یه گهواره، دم و بازدم، دم و بازدم و با نفس سوم میام در حرکت اوتکاتاسانا، شکم و دنده ها رو به سمت داخل میکشم و از هم میدازم روی باستن و پاشنه پا، دست ها صاف کشیده نگه میدارم، یک نفس، دو، سه نفس، چهار و پنج، دست رو میذارم روی زمین، پشت پا رو میکشم، سر رو میارم پایین، دم و بازدم، حالا زانو رو خم میکنم و با پرش میرم در حرکت پلانک یا خطکش نگه میدارم، دم و بازدم، یک حرکت خطکش رو نگه میدارم، دو، دم و بازدم، سه، شکمت رو آگاه باش، دنبال چند بکش به سمت داخل، پشت رو قوس نکن، چهار، انگشتان دست باز، پنج، شش، هفت، هشت، نو و ده، میریم به چاتورانگای وینیاسان، میریم سگ سر بالا و سگ سر پایین، و سگ سر پایین پشت بدنم میکشم، دم و بازدم، نفس، دم و بازدم و دم میزنم با پاها میام به سمت جلو و در حالت یوگی اسکوات یا بالاسانا پنجه های پا به سمت بیرونه، زانوهامو از پهلو باز کردم و یکم بدنم رو به سمت جلو میکشم، اجازه میدم که دست ها و بالاتنه از بین پاها به سمت جلو حرکت بکنه و دوباره کششی رو توی کشاله رانم حس میکنم، سرم رو به سمت زمین نزدیک میکنم، پشت بدنم رو میکشم، دم و بازدم، یک نگه میدارم، دم و بازدم، دو، سه، چهار و پنج، برمیگردم و دوباره پارو جمع میکنم، دست رو بذارم توی زمین، برمیگردم در وضعیت مرژار، یه دور دیگه در حالت مرژار بدنم رو میبرم به حرکت پلانک، انگشتان دست رو باز بازوی زمین قرار میدم، یه بازدم میکنم، شکم رو میکشم به سمت داخل و دوباره زانوها رو بلند میکنم، نگه میدارم، دم و بازدم، یک نگهش دارم، دم و بازدم، دو، شونه ها رو بکش به سمت بالا، کف دستات فشار بده روی زمین، شونه ها رو بکش بالا، سه، چهار و پنج، میرم روی پلانک روی یک دست، پا رو برمیگردم، اگه حفظ تعادل برات دشواره میتونی پاهات رو جلو عقب بذاری، اگر تو بکشی بالا و دست دیگر رو بیاری بالا نگه داری، آگاه باش به اینکه مشت و شانه توی یک راستا قرار داشته باشن، دم و بازدم، یک نگه دار، دم و بازدم، دو، نفس، سه، چهار و پنج، جهتمو عوض میکنم، برمیگردم وسط و حالا با چرخش پاها میام روی دست چپ، دوباره لگر میکشم بالا، دست دیگرم میبرم بالا، دم و بازدم، یک نگه میدارم، دم و بازدم، دو، سه، چهار و پنج، برمیگردم وسط و در حالت کودک، سه نفس بدنم رو ریلکس میکنم، پاشنه پا بازم بهش نزدیک میشه، پیشانی میاد روی زمین، بدن رو هوا، دم و بازم ریلکس، دم و بازم، دم و بازم، برمیگردم بالا و حالا میخوام برم دوباره یکم روی حرکت چاتورانگا متمرکز بشم که دست ها و سرشونه های من رو برای حرکت کلاغ آماده میکنه، این بار میخوام چاتورانگا رو با زانوهایی که روی زمینه و به حالت نیمه انجام بدم، در وضعیت مرجار انگشتان دست باز، شکمم رو سفت میگیرم، میکشم به سمت داخل، سینه رو به سمت جلو، آرنج رو خم میکنم، کنار بدنم نگه میدارم، یک، نگهش دار، دو،
سه چهار و پنج. حالا بیا به سگ سر بالا، نگهدار سگ سر بالا رو، کف دستاتو فشار بده روی زمین، پاها رو سفت منقبض، روی پاها روی زمین نگهدار. یک دو سه چهار و پنج. برگرد در حرکت سگ سر پایین و دوباره بدنتو کش بده نگهدار. دم و بازدم یک نفس، دو دم و بازدم، سه چهار و پنج. پاهاتو جمع کن، دوباره میارش جلوی بدنت بشین. یک بار دیگه پاها رو در حالت قایم نیمه، این بار حمایت دستت رو هم نداری، دستتو ببر پشت بدنت، سینه رو صاف کن، پاهاتو نگه دار، یک نگه دار، به ناف و شکمت آگاه باش، دو نگه دار، سه چهار پنج شش هفت هشت نه و ده. دوباره برگرد پایین، بدنتو در حالت قایم خوابیده نگه دار، یک دو سه چهار و پنج. بار جمع کن داخل شکم، سه نفس بدنتو ریلکس کن، دم و بازدم، نفس دم و بازدم، دم و بازدم. دوباره دست رو بکش بالا، بالاتر رو از زمین بلند کن، شستای پا رو به هم دیگه بچسبون و زانوها رو بیار به سمت زیر بغل و عضله زیر بازو، همراه دم پاها رو صاف کن، با بازدم دوباره زانوها رو به زیر بغل نزدیک کن، یک دم بازدم، دو دم بازدم، سه دم بازدم، چهار ادامه میدیم، دم بازدم، پنج دم بازدم، شش دم بازدم، هفت دم بازدم، هشت دم بازدم، نو ده و بازدم ده. دوباره بدن تو ریلکس کن، میتونی کف پا رو بذاری روی زمین، سه نفس بدن تو ریلکس کنی، دم و بازدم، دم و بازدم، دم و بازدم. دوباره پا رو جمع کن و یک دور دیگه با یک گهواره در حرکت اوتکاتاسانا، یک دنده ها رو بکش به سمت داخل، دو نگه دار، سه چهار و پنج. دست روی زمین، پنج در حالت پلان رو نگه دار، یک بمون در حرکت، دو سه چهار و پنج. بیا روی پلان که روی یک دست نگه دار، میتونی پاهاتو به صورت جلو عقب بذاری، یک یا اینکه روی هم قرار بدی، اگر بکش بالا، دو سه چهار پنج. جای دستتو عوض کن، دوباره برگرد لگن بکش بالا، یک نگه دار، دو سه چهار و پنج. برگرد در حالت پلانک، یه دونه وینیاسا چاتورانگا نگه دار، یک دو چاتورانگا رو نگه دار، سه میتونی زانوهاتو روی زمینم بذاری، چهار و پنج. سگ سر بالا و از سگ سر بالا از سگ سر پایین، سه نفس بدن تو ریلکس کن، دم و بازدم، دم و بازدم، دم و بازدم. دوباره قدم بزن، یک دور دیگه بدن تو در حالت مالاسانا یا یوگی اسکوات، نه همون چون پاتمه خودمون برای ما ایرانی ها، نگه دار، بدن تو نگه دار، پاهاتو باز کن، انجامهای پا به سمت طرفین باشه، دست ها و بالا تورم از بین پاهات به سمت جلو بکش، پاشنه های پا رو به سمت داخل بیا، اجازه بده که یک کشش خوشایندی رو توی کشاله های رانت داشته باشی و دوباره بدنتو بکش به سمت جلو، دم و بازدم، یک نگه دار، دو نفس، سه چهار و پنج. حرکت مالاسانا یه حرکت خیلی مهم و کلیدی برای انجام حرکت کلاغ هستش، چرا که ما به کشش کشاله های ران و باز بودن و
و منعطف بودن فضای لگنه بود برای این حرکت خیلی نیاز داریم. حرکت کلاقی که حرکت تعادلی روی دسته که جزء حرکات قدرتی تعادلیه، یعنی ما هم به کشش احتیاج داریم و هم به قدرت احتیاج داریم و هم به تعادل احتیاج داریم. اگر بار اولی هست که این حرکت رو میخواید تمرین بکنید، از پوزیشن ساده تر اون شروع بکنید، یعنی حرکتی که بهش میگیم حالت دورنا، برای افرادی که به تازگی میخوان بدنشون رو توی این حالت نگه دارن وضعیت قابل دسترس تری هستش. در همین حالت یوگی اسکوات که هستم، دستام رو به سمت بدنم از جلو، از سمت داخل پاها دستها رو میارم جلو، انگشتان دستم رو باز از هم روی زمین قرار میدم. فاصله بین دست ها به اندازه عرض شونمه و این فاصله برای هر کسی مشخصه. انگشتان دست رو باز میکنم، یه کوچولو پشتم رو گرد میکنم و حالا سمت داخل رانم رو روی بازو بالای آرنجم قرار میدم. هر چقدر که بتونم این پا رو از آرنجم بالاتر نگه دارم، حفظ تعادل برام راحت‌تر و حرکتم بهتر اجرا میشه. پس میذارمش رو کنار بازوها. حالا بدنم رو به سمت جلو هل میدم، بیام روی انگشتان پا. باستانم یکم بلند شد، پاها رو روی بازوها سوار کردم. حالا یک کوچولو آرنجم رو به سمت بیرون هل میدم تا تکیه گاه بهتری رو برای دستام ایجاد بکنم. پس اومدم به سمت بیرون، پاها روی بازوها سوار شده. در مرحله بعد باید سینم رو به سمت جلو بکشم، نگاه هم رو باید به یک نقطه در روبرو خیره بکنم اینجا و شانم رو بیارم به سمت جلو، از انگشتان دستم به سمت جلو کلش بدم. در پنجه پا روی زمین، پاشنه ها رو هل میدم، بدنم رو به سمت جلو. ببینید با کمک انگشتان پایی که روی زمینه، پاشنه پای پا رو هل میدم به سمت جلو تا بدنم رو به سمت جلو بکشم. انگشتان دست باز، تکیه گاه پاهامو درست کردم روی بازوها. حالا بدنم رو هل میدم به سمت جلو. به حالت پاهام دقت بکنید، هنوز پاهامو بلند نکردم، فعلا میخوام بدنم رو پیدا کنم توی حرکت. پاشنه های پا بالا، بدنم رو هل میدم به سمت جلو. وقتی به اندازه کافی بدنم رو کشیدم، حالا انگشت پا رو پوینت میکنم، یه پا رو بلند میکنم، نگه میدارم. یک، هنوز یکی از پاهام روی زمینه. دو، سه، چهار و پنج، دوباره برمیگردم با یک پا. حالا میخوام برم پای دیگر رو بلند بکنم. پس باز دوباره انگشتان دستم بازه، تکیه گاه پاها روی بازوها رو ساختم، میام جلو، پاشنه های پا رو هل میدم، نگاه به یک نقطه در روبرو، میام جلو و حالا پای راست رو بلند میکنم. یک، دو، سه، چهار و پنج، برمیگردم. حالا زمانم رسیده که بخوام هر دو تا پا رو بلند بکنم. اگر به اندازه کافی و درست بدنت رو به سمت جلو کشیده باشی، تو همین مرحله هم احساس میکنی که پاهات داره سبک میشه و میخواد از زمین جدا بشه و کنده بشه. یه بار دیگه، پاها روی بازوها سوار شده، انگشتان دست باز به اندازه عرض لگن، نگاه به یک نقطه در روبرو خیره میشه و بعد با کمک انگشتان پا یک کوچولو بازدنم رو میکشم بالا و بدنم رو به سمت جلو هل میدم. به این ترتیب دم و بازدم. حالا پاها رو بلند میکنم، یک، نگه میدارم، دو، انگشتان پا پوینت، سه، نگه میدارم، چهار و پنج. به همین راحتی حرکت دورنا که حالت ساده تر و راحت تری از حرکت کلاغ هست رو با هم دیگه تمرین کردیم. اگر جزو دسته از افرادی هستین که توی این مرحله هستین و حرکت دورنا رو خیلی خوب اجرا میکنید و میخواید حرکتتون رو یه مرحله ارتقا بدید، در مرحله بعد تلاش میکنم که اتکای زانوها و پاهام رو بیارم به سمت پشت بازو و نزدیک زیر بغلم قرار بدم. برای این کار میتونم از یه آجر کمک بگیرم. به این ترتیب که بیام روی آجر قرار بگیرم. دوباره انگشتان دست باز، فاصله دست ها به اندازه عرض لگن، میستم روی آجر و تلاش میکنم که زانوها رو هر چقدر که میتونم با
پشت بازوها نزدیک زیر بغلم فیکسش بکنم، حالا که روی آجرم بهتر میتونم این کار رو انجام بدم، و دوباره نگاه به یک نقطه در رو به رو خیره به همین اندازه باید بدنم رو به سمت جلو بکشم. دم پاشنهای پاها رو هول میدم، بدنم رو میارم به سمت جلو و بعد پای دیگرم بلند میکنم، شستا رو به هم میچسبونم، یک نگه میدارم، دو، سه، چهار و پنج، برمیگردم. به همین سادگی اگر به اندازه کافی بدنتون رو به سمت جلو بکشید، بدن خودش بلند میشه و در حالت تعادل قرار میگیره. اگر نمیتونی هر دو تا پا رو بلند بکنی هیچ اشکالی نداره، میتونی فقط یک پا رو بلند بکنی و تلاش بکنی که با همون یک پا بدنت رو پیدا بکنی توی حرکت. پس یک بار دیگه میخوام فقط یکی از پاهامو بلند بکنم. دم میگیرم، پاشنه های پا رو میارم زیر بغل، بدنم رو به سمت جلو هل میدم، پای راستم رو بلند میکنم، اون یکی پا روی زمینه، یک نگاه به سمت روبرو، دو، سه، چهار و پنج، جای پا رو عوض میکنم. حالا میرم برای پای دیگه، دوباره میام بالا، باستنم رو میارم بالا، زانوها پشت بازوها زیر بغل، بدنم به سمت جلو هل میدم، اون یکی پا رو بلند میکنم، یک، دو، سه، چهار و پنج، برمیگردم. اگر احساس کردید که توی این حالت دیگه میتونید تعادلتون رو حفظ بکنید، میتونید از روی آجر بیاید پایین و حرکت رو روی زمین هم امتحان بکنید. پس میریم با هم دیگه حرکت کلاغ رو تمرین بکنیم. انگشتان دست باز، انگشت اشاره به سمت روبرو، میام در حالت ایستاده قرار میگیرم، زانوهام رو به سمت زیر بغل میبرم، آرنج ها رو خم میکنم و حالا وقتی خوب پاهامو جا گذاری کردم زیر بغلم، بدنم رو به سمت جلو هل میدم، به این ترتیب میام به سمت جلو، پارو بلند میکنم، پارو پوینت میکنم، انگشتان شستم رو به هم دیگه نزدیک میکنم، یک نگه، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه و ده، و دوباره از حرکت برمیگردم. امیدوارم که این تمرینات براتون مفید بوده باشه. اگر که با تلاش اول نتونستید این حرکت رو انجام بدید، هیچ اشکالی نداره، به تمریناتتون ادامه بدید، به بدنتون اعتماد داشته باشید و به خودتون زمان بدید که مغز شما بتونه این حرکت رو برای شما هندل بکنه، و زمانی که مغز تونست بهش دست پیدا بکنه، بدن شما هم میتونه بهش دست پیدا بکنه. یادتون باشه که یوگا یک سفره و ما قراره که از این مسیر و این سفر لذت ببریم، هیچ هدف خاصی رو دنبال نمی کنیم. از تمرین دادن بدنمون لذت میبریم، از اینکه بدنمون رو به چالش بکشیم لذت میبریم، و از اینکه بتونیم چالشمون رو بهش غلبه بکنیم لذت میبریم، و یوگا یعنی همین. اگر توی مچ دستتون احساس ضعف میکنید، میتونید از این مچ بند استفاده بکنید که خیلی خیلی بهتون کمک میکنه موچتون تقویت بشه، کمتر خسته بشه، یا از آسیب دیدگی های احتمالی جلوگیری میکنه. موچ بندی که موچ دست شما رو تقریبا سفت و محکم نگه داره. اگر نتونستید هر دو تا پاتون رو بلند بکنید، اصلا مسئله نیست، با یک پا شروع بکنید و بعد از چند مرتبه تمرین و تلاش موفق میشین که هر دو تا پاتون رو با هم دیگه بلند بکنید. اگر سوالی در این مورد دارید یا نقطه نامفهومی براتون هست، خوشحال میشم که نظراتتون رو زیر همین ویدیو برای من کامنت بکنید، و اگر که دوست دارید تمرینات بیشتر من رو دنبال بکنید، میتونید کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید تا در صورت که ویدیوی جدیدی بارگذاری میشه از اون اطلاع پیدا بکنید. در انتها میخوایم با هم دیگه یکم بدنمون رو در حالت ریلکس قرار بدیم. پس در یک وضعیتی که نشستن براتون راحته میتونید قرار بگیرید. اگر دوست دارید مثل من یه دونه از آجرهاتون رو بذارید زیر لگنتون، بشینید روی آجر و پشتتون رو صاف نگه دارید.
رو صاف کشیده روی رام ها روی زانوها قرار بدید، چشمانو ببندید و روی نفستون متمرکز بشید. مسیر عبور جریان هوا رو مشاهده بکنید و با هر نفس ذهن و بدنتون رو آرام آرام تر بکنید. از خودتون سپاسگزار باشید برای مسیری که طی کردید. از خودتون سپاسگزار باشید برای مرحله‌ای که همکنون در اون هستید. دم و بازدم‌های خودت رو دنبال کن و ذهنت رو از هر آن چیزی که تو رو آزار میده رها کن. دم و بازدم، ریلکس. دم و بازدم. روند تمریناتت اعتماد کن و از خودت سپاسگزار باش برای لحظاتی که به خودت اختصاص دادی. از خودت سپاسگزار باش برای چالشی که پیش روی خودت قرار دادی و تصمیم گرفتی تا بدنت رو و ذهنت رو به مرحله بالاتری ارتقا بدی. دم بازدم. دم و بازدم. یه دم عمیق بگیر، دست رو به هیچ بار سر بازدم از راه دهان، دست رو بیار جلوی قلبت. یه بار دیگه دم بالای سر بازدم از راه دهان، دم دست رو بالای سر بازدم از راه دهان. حالا میتونی چشمات رو باز بکنی. نمسته. حالا میتونی چشمات رو باز بکنی. نمسته.